ماجرای انقلاب ایران مثل بیدشنگ. اول آپریل سیزده به در خودمون قرار بر این بود که یه سری از نحسی ها رو از زندگیمون به در بکنیم اینترنت رو باز میکنی شاد و خندان میای و یه دفعه میبینی که باز همین اسرائیل سرپرایز کرد مردم ایران رو و زد یه شیش هفت نفر رو انداخت پیشا پیش دیگه در مورد این مسئله صحبت نکنیم که چه اتفاقی افتاده حالا من خواهم به اون نکات برسم بحث سفارت و نمیدونم همه این چیز خاک چه اتفاقی افتاده خود جمهوری اسلامی باید این جواب بدهیم که مردم از کشته شدن یه سری نظامی که مربوط به به ایران هستن خوشحال میشن چی چه اتفاق افتاده دو دو, دو تا چهار خیلی ساده است و چه در جامعه شناسی چه در خود سیاست که مسئله رابطه به هر بین یه بخشیش رابطه بین مردم ملت در واقع و حکومت هست و همچنین رابطه اون حکومت حاکم بر یک کشور خاص و دیگر کشورها که مسئله سیاسته این باید پاسخ داده بشه خب کم هم که استراتژیست ندارید تئوری پرداز سیاسی ندارید حتما هم یه سری آدم برحال جامع شناس و درگیر مسائل امور اجتماعی هم دارید و میتونن در مورد این مسئله صحبت بکنن و بارها هم صحبت شده و خودتونم میدونید این یعنی چی؟ این یعنی پایان یک نظام سیاسی یعنی یک نظام سیاسی وقتی رابطش با بدنه جامعه قطع میشه وقتی تبدیل به یک رابطه دشمنی در واقع میشه وقتی رابطه دزد و مال باخته میشه نه فقط مال و جنس و نمیدونم خون و زمین و اینا نه مهمترین جنسی که یک آدمی باش طرفه بدنش و نظام سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک نظام دزده چون جان آدم ها رو میدوسته همه اینها تلمبار میشه تلمبار میشه و تازه رگه های از اینو ما میبینیم یه رگه سنگینش کجا بود موقعی که سلیمانی رو زدن سلیمانی کی بود؟ تا همین چند وقت پیش تلاش ظاهرا بر این بود که ازش یک قهرمان ساخته بشه من حداقل با این حافظه ضعیفم شاهدم از یه سری از بچهای نزدیکتر بگیر حداقل آدمهایی که باشون رفت آمد داشتیم مثلا میدیدیم دوست آشنا این اونور سوالا ها سوالای خطرناکی بود آقا این سلیمانی فرق میکنه این بسار را این صبر کنید آرامش داشته باشید هم یکی از خودشونه تا رسیدیم به بحث اختلاس و نمیدونم دست داشتن زنشو بعد دختراشو مسئله یه نمیدونم و مالا اون اصطلاح فایش اسلامی که بهش میگن چیه یادم رفته الان یه چیزی میگن برای سیقه خانه نمیدونم ای تا این اندازه تا نمیدونم سیقه کردن فلان نفر توی لبنان این اونم که میخواستن ازش قهرمان و پهلوان سیاسی بسازن اون بود تا برسیم به این دونه کوچیکاشون این ریزمیزاشون این که مثلا محمد رضا زاهدی که تا سال فکر می کنم 85 فرمانده قرارگاه سارالله بود قرارگاه سارالله کارش چیه حفظ امنیت تهران پایتخت حفظ امنیت یعنی چی یعنی ضد آشوب و اختشاش و اعتراض و هر چی یعنی بکش بکش یعنی نفر تا اینجا دستش قطعا به خون آلوده بود چه جوری شده یعنی اگر یک تئوریسین یک جامعه شناس یک سیاست مدار یا تئوریسین یعنی سیاسی بیاد بشینه اصلا خودش مال جمهوری اسلامی باشه حالا ببینید احتمالاً بچههایی که درگیر سیاست هستن این نشست هایی که چه مجازی چه واقعی طرفداران جمهوری اسلامی میذارن دیدید دیگه سرگیجه که اینا دوچارش میشن چی ناشی چی نشه همینه ببین تو خونی تا زانو تو خون مردم ایستیدی بعد انتظار داری خوشحالی نشه معلومه که میشه اونم تازه چنین آدمی این داستانم میذاریم کنار خب چون ما که نمیتونیم تو ده دقیقه رو به همه چیز بپرسیم فقط میخوام اشاره بکنم و رد شم بقیهش دیگه با خود مردم که ظاهرا همه خوشحالن اونم کی اسرائیل شیطون میاد تو سیزده به در میزنه که نشان است نشان هست دیگه قضیه چرا سیزده به در اونم دقیقا موقعی که حکومت فاسد اسلامی میاد به مردم که هر شکلی از شادی ازشون دریخ کرده میاد میگه سیزده بدن نرید که بونو رمضان بخوره تو سر تو آقا تو حالی نیست مثل که مردم حالت تعوع گرفتن از ادبیات تو همون رمضان و عید و سحری و شامی و ما که بعد باش بزرگ شدیم اونا هم شما گرفتید به کسافت کشوندید با فکر سیاسی خودتون من به خدا عشق میکردم چهار تا آدم سنتی یه چیز رو میدیدم که برای خودشون اون ریچوال دینی رو رایت میکردن کار سرشون هم تو لاک خودشون بود شما به کسافت کشیدید تا برسید به این نکات جدی سیاسی که یه نظامی رو اینجوری میزنن و هم هم خوشحالیم از اصطلاحات متفاوت هم استفاده میکنن بعد یه دی اومدن این وسط اینو مشخص بگیم در رابطه با بحث سفارت ایران در سوریه و نمیدونم سفارت مال خاک اون کشور فرستنده است و فلان اینا اینا قصه هایی یه سرچ خیلی ساده ما رو با کنوانسیون وین آشنا میکنه یه کنوانسیون چهل و خوردینه و ماده ای که اونجا مشخصا در مورد موسونیت صحبت شده و این موسونیت هم ریشه تاریخی داره چه شکلهای غیر مدرنش که نمیدونم تو حالا نمونه که ماها به معنی توی سیستم ایرانی خودمون میشناسیم فکرشو بکن مثلا یه چنگیزخان خان مغولی یه سیستم مغولی نفر میفرسته سفیر در واقع داره میفرسته نماینده داره میفرسته بعد خوارزمشاهیان میزنن میکشن اینا رو چی بود راه بود که کشور فرستنده باید بیاد و انتقام بگیره اون بدبختی هایی که به اندازه یه تاریخ بر سر ما ایرانی اومد تا میرسیم به جمهوری اسلامی فاسد که سفارت آمریکا رو میگیره اصلا شما که اصلا آخرین نفری هستید که باید در مورد سفارت و خاک و این خوزالبلات حرف بزنید شروع بازی با شما بوده سفارت یک کشور که هیچ مطلقا هیچ ارتباط تازه کمک هم به معنی کرده بوده آمریکا میاد اشغال میکنید تا میرسیم به سفارت انگلستان که از سرکلش میرید بالا تازه و انگلستانی که ما محکومش میکنیم به دلیل همکاریه با شما توهم توته هم نیست جدیه الان داره آمارش در میاد که انگلستان و آمریکا چه خاکی پاشیدن توی صورت مردم ایران چه ما رو دوچار بدبختی کردن حداقل کمک کردن اینم که یه بخش کنوانسیون وین چنین صحبتی نکرده شما خاک مال تو خاک مال تو تو جایی که الان حاکم هستی خاک مال تو نیست جمهوری اسلامی یک نظم سیاسی تبهکاره که نظمم که چه کنم که غصب کرده ناروا حکومت رو غصب کرده چرا رو با غصب کرده به خاطر اینکه دموکراتیک نیست به خاطر اینکه همین رابطه بین مردم که بانیان اصلی حکومت باید باشن تعیین کننده و تصمیم گیرنده باید باشن این رابطه قطع شده یعنی شما دزدیدید حق مردم رو دزدیدید صدای مردم رو دزدیدید معلومه که حقی ندارید و این خود اول کنوانسیون رو نمیدونم خاک ماسون شما موسونیت باید داشته باشی که اونم ما تازه قبول نداریم یعنی ملت ایران ملت ایران به خون آخوندها به خون سپاهی ها و اطلاعاتی ها تشنه است تعارف نیست که یک واقعیت روزمره است که داریم میبینیم مگر اینکه از خودتون باشه مگر اینکه جیره خودتون باشه جز این آدم عادی اصلا من نمیگم آدم درگیر سیاست و اینا یک انسان عادی که فهم داره مهربانی داره قلب داره از کشته شدن چهار تا بچه و نوجوان و کودک و کتک خوردن زن و زنان به خاطر حجاب تو خیابون و تجاوز و همه این فجایه ناراحت بشه انسان سالم دیگه چنین آدمی میگه حضور و وجود یک موجودی مثل یک سپاهی بسیجی اطلاعاتی آخوند که در بدنه جمهوری اسلامی هستند و دستشون به خون آلوده است چنین چیزی ضد بقاست ضد انسانه حضور شما موجب تلخی و رنج آدم ها میشه و کشته شدنتون موجب خوشحالی تقصیر منه تقصیر خودتونه نهید بگید ها فلانی زدن کشتن مردم شادن فلان تقصیر خودتون چون شادی از مردم گرفتی و جدای از این این هم هم شما هارتوپورت که آقا ما فلانی ما بساریم ما میزنیم میگیریم انتقام سخت و انتقام سختتونم که دیدید زدید از همون مردم آدم کشتید هواپیمای اوکراینی فاجعه بود دیگه یه فاجعه ای که در جواب در واقع انگار مرگ قاسم سلی کشته شدن قاسم سلیمانی قرار بود دیگه. لاتای کوچه خلوت الان چه انتقامی میخواید بگیرید کجا یکی پیشنهاد داده بریم سفارت اسرائیل رو در آذربایجان بزنیم خب تو چه کودنی دیگه هستی نوانده مجلس ما تو خب معلومه که تو از طویله مجلس رفتی دیگه یعنی از طویله کوچک به طویله بزرگ رفتی انتقام اسرائیل رو میخوای تو آذربایجان بگیری آذربایجان که همینجوری براتون شاخه همینجوری شلوار بکش بالا اول اونجا مرز رو میتونی حفظ بکنی در آذربایجان غربی شرقی رو به نام خودش میزنه همون اندازه ببین ارزه داری تو سفارت اسرائیل بری تو آذربایجان بزنی انتقامتون با... منم واقعیت شو منم منتظرم ببینم الان چیکار میخواد بکنید موجب خنده این دیگه الان رسما اومده سفارت شما رو که به نظر شما خاک شماست چه سوریه هم احتمالاً بخشی از حکومت اسلامی میدونید دیگه الان اومده زده شوخی هم نداره نقطه زنی بلده هدفمند زدن هم رو هم بلده مردم خب نمیتونن چه کاری بکنن که بعد ما تازه جدا باید صحبت بکنیم که چرا اسرائیل چرا اسرائیل این کارو میکنه اون به چه نقطه ای رسیده اون کجا رو داره میبینه کدوم نظم سیاسی کنوانسیون قاعده و قانونی به اسرائیل چنین اجازه ای میده که بیاد یه نظامی رو توی کشور دیگه بزنه همچنان که ترامپ سلیمانی رو زد موقعیتی استثنایی یعنی بس به همین اندازه روشنه اونها شما رو به عنوان یک نظم سیاسی ثابت شده قبول ندارن شما دزدی هستید که یه مدت اومد خونه رو دزدیدید صاحب شدید و صاحب خانه رو هم دارید آزار و اذیت میکنید و همسایه ها و دیگر نیروها تمام تلاششون میخوان بکنن با فشار با تهدید بیان و اون خونه بدبخت رو در واقع نجات بدن حالا بگذاریم که چهار تا کشور اروپایی و نمیدونم چهار تا همسایه دیگه همسایه که دارم میگم. کشورها حالا مثلا چین که همسایه ما نیست منظور چهار نفر دیگه یا مثل اون روسیه که همسایه هست اینا میان با شما مراوده هم دارن میگه بیا با ما همکاری بکن یه سری داد و ستت ها داشته باشیم چه سیاسی چه اقتصادی حالا تو باش دیگه اون خونه دستت باشه یه کشوری مثل اسرائیل نمیکنه چنین چیزی رو. نمیگیم هم که عاشق چشم ابروی ملت ایرانه نه اسرائیل شما رو به عنوان یک خطر جدی میشناسه و میدونه اون حرفتونم که ما اسرائیل را نابود بکنیم و از زمین محو بکنیم تا به اندازه یک حرف خزعبل دروغین پتانسیل رو داره یه دیوانه هم از یه رد بشه چه این چیزیو بگه میگه ما حواسون باشه اونم جای حساسی مثل اسرائیل که فلان میلیون نفر کشته شدن فقط تو همین قرن بیستم که چنین کشوری اصلا توانایی اینو داشته باشه که برقرار بشه معلومه که چنین اجازه ای رو به خودش میده از همه اینا بگذریم خودمونیم شما مگه آشق شهادت نیستید بمیریم نمیدونم مولا حسین میان دنبالمون عکس میکشید نمیدونم قاسم سلیمانی اومده حسین اومده این اومده ولی اکبر اومده به پیشوازمون خب چرا ناردی چرا زار میزنی چرا گریه میکنی این الان مجلس ختمه یه ویدئوی اومده از خونه زاهدی مثل اینکه ناراحت یه کوچولو نگاه بکن ببین چی میگن اصلا امشب در دروازه بهش حاج احمد حاج وقتی با صدا خوش آمد حاج علی خوش آمدی استاد رو فاو با چای لشکر ما حسین تیپ قمر بنی هاشم بچهای اسوان وایس رو میگن حاج علی خوش آمد خب داره زار میزنه و میگه حاج آقا خوش آمدی منتظرن دیگه دونه دونتون و این جایی که هم شما توافق دارید هم مردم مردم واقعا از شهادت شما خوشحال میشن همچنان که خودتون به, به, خودتون تبریک و تسلیت میگید ما هم خوشحال میشیم اگر شما خوشحال میشید ما هم خوشحال میشیم اگر شما راضی به شهادت هستید خب دیگه ما هم رضایت میدیم ملت ایران هم رضایت میدن فقط یکم زودتر یه دست بونی اون از غزه این همه مردم منتظرتون بودن که آقا برید غزه یه یا حرکتی یا یه چیزی یا که مش آدم فقط وسیله و اینا نفرستید از پول مردم از جیب مردم جونو بردار تفنگو بردار برو یه حرکتی بکن دیگه این همه شما مگه سرباز ندارید مگه نیرو ندارید عاشق شهادت هم که هستید دیگه, دیگه چجوری اسرائیل به شما سیخ بزنه چجوری بهتون بگه کاری که اسرائیل الان کرده رسما اعلان جنگه رسما اومده تو جایی که مرکز توه زده تو رو هر جای دنیا اگر چون اتفاقی افتاده بود جنگ میشد قاعدتا حالا ما که طالب جنگ نیستیم که نمیخوایم که جنگ بشه طرفدار صلحیم ولی شما شما که سعادت طلب هستید شما چرا ما که آدمای عادی هستیم این اون سوال اساسیه چند تا سوال شد سوال خیلی زیاد شد این سوالا را اگه این بسیج مسیجی ها با خودشون مطرح بکنن یا نه بسیجی ها هم نه همین یه سری افراد وابسته به جمهوری اسلامی که میشینن تو کلاب هاوس و اینور اونور با هم دیگه بحث میکنن به خاطر همینه که دوچار سرگیجه میشه چون این سوال ها چند تا پاسخ داره که اون پاسخ ها دردناکه اون پاسخ ها تلخه اسرائیل سر جاش میمونه آمریکا سر جاش میمونه غرب هست ایران هم هست همه سر یه چیز توافق دارن با اونی که جمهوری اسلامی که رفتنی خامنه ای که میمیره خامنه ای که میمیره دیگه گندتر از خمینی نیستی که چجوری مردم الان با خمینی بازی میکنن خمینی رو به نمیدونم تبدیل به چی بگم چه شخصیتی چون اینقدر منفور و اسمش کثیفه نمونه نداریم چجوری الان باش برخورد میکنن بچه دوازده ساله عکسش میبینه فرار میکنه میره با خامنه ای بدتر از اون اتفاق میفته و افتاد و پارسالش دیدیم دیگه که چجوری زیر شلواری خامنه‌ای آوردن جلوی چشش اینها اون پاسخ هست. پاسخ دوری حکومت از مردمه فساد نابکاری و تبهکاری دروغ دزدی و مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی به پایان رسیده فقط الان داره کش میده بازی رو ما هستیم ملت زنده است ایران زنده است و ما یقین داریم و باور داریم که سقوط جمهوری اسلامی رو می‌بینیم.